السلام علیکم بیننده های ارجمند این برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی است این برنامه ای که در همکاری با سنتره های مستقل تلویزیون تاجیکستان تهیه می شود و موضوع آنها در برنامه جای داده می شود امروز ما با شما درباره نوگانی های دعوت به ارتش ملی و آینده تربیه و تندرستی جوانان صحبت می کنیم امروز ما با حضور کارشناسان به آینده این موضوع نظری خواهیم انداخت دعوت تیرماهی جوانان به قوه های مصالح جمهوری تاجیکستان آغاز شد. نوگانی های دعوت به ارتش ملی کدام هایند؟ اصلاح به قانون درباره خدمت حربی کدام است و آن را جامعه چخل قبول می کند؟ کارشناسان برنامه پالکونیک مصطفی، معاون رئیس شورای ویتران های خدمت حربی ولایت سوخت، سرمعلم کافدری آمادگی دفاعی حربی فکلتت تربیه جسمانی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک باباجان غفوров، اشیر جمالов و پالکونیک مصطفی، کارشناس مسائل حربی Muzaffar Bobojonov masalahoi davati tiramohi imsolaro sharh medihan. Artishi milli kishvar sipari difoi davlat ast. Dar roi olam isi du kishvar quvvai musallah nadorad ki az on kishvar du toi on nomi on davlatho baroi ma va shumo shinos ast, Vatikan va Yaponiya. Yani dar roi olam on isi du kishvar baroi nigohdoshti artish dar budjeti davlatishon kharojot peshbini nakardaand. اصلا خراجات حربی قسمی معین بودجه به حساب می رود. مقصد آن نیز مشخص است که ارتش باید در حالت آماده جنگی قرار داشته مرز و بومی دولت را باید حمایه کرده تواند. و اولین سوالی که من از شما پرسیدنی هستم. تاجیکستان از دولت شوروی گفتم ممکن در مورد تکنیک های حربی خیلی میراث نگرفت. عموما واقعا میراث نگرفت و ارتش خود را از صفر بنیاد کرد. این مسئله چند مرتبه شنیده گویم در منبرها گفته شده است شما با چنین اندیشه راضی هستید راضی هستم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور جنرال ارتش سرفرمانده عالی قوای مسلح محترم امام‌علی رحمان در پیام خود با مجلس عالی تاکید کرده بودند که ما سالهای 1991 بعد پاشکدن اتفاق سویتی کار خود را برای تاسیس دادن ارتش ملی از صفر سر کردیم یک اربعه نبود با ما برای تامین کردن قسمای حربی که تشکیل کرده شد در همان حالت در همان سالهای انقترش گویم اگر از پنجمی مای سال 1992 تا 27 ایونی سال 1997 جنگ شهروندی در جمهوری تاجیکستان ما دوام داد و در بین این سالها هم افسران می جنگیدند و هم تشکیل میکردند شتتی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و من قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان را یک مسئله دیگر مناسبت آدمان به ارتش امروز چگونه است؟ ضرورت آن را میدانند؟ اگر ها چرا در مسئله دعوت به صف قوه های مسلح مشکلی داریم؟ البته برای دعوت شهروندان به صف قوه های مسلح بعد پاشکردن اتفاق سیتی نهایت وزین بود. نهایت وزین که من یادم به های ما افسران یک گروه تقسیم شده به شهر نوی ها رفته ماه اشتراک میکنیم برای دعوت شهروندان به سبب قوه مسلح با مردم کار میکردید سالهای اولی بعد استقلالیت به دست آوردن سه ماه دعوت شهروندان به سبب قوه مسلح دوام دادگی بود حاضر حالا دو ماه شده استاده است اپریل مای اکتبر نویبر من یادم به های از سرشوی بعد پاشخودین اتفاق سیتی یکگون وقت نبود که کمیسریت حربی ولایت یا که شهر نوایه ها دعوت شهروندان رو نقشه دعوت رو ایجاد نکرده باشند البته قیم بود و سالهای وضعیت متشنج بود لیکن حرکت میکریم که نقشه دعوت شهروندان به سبب قوه مسلح اجرا شود لیکن حاضر وقت به اون پدر و مادرانی که مثال گریم شهروندانشان فرزندانشان نمیخواهند به سبب قوه مسلح انا گسلونن اونها نمیدونم وای به کیم چیزی نمیرسد یک چیزی فهمانده دهی یا که مثال گریم صحبتی انا وای
کلکتیوانا صحبتی الهیدگی هم کمیسریت حربی شهر نوحیوبا هم در سطح مثال گریم شهر نوحیوی خودش با از طرف مقامات اجرای حکم دولتی شهر نوحی ها تشکر یک مسئله دیگر است درو شما اینجا پدر و مادرها گفتید خودی جوانای روحی اش خیلی بسیاری شهروندان با خواهش خود میرن من مثال گریم یکم دعوت شهروندان ما هر بار مثال به اشتراک میکنیم هزار زیاد نفر شهروندان به سبب خواهم سوال دعوت میشوند یکم گسل شهروندان کتی گسل اول ها بنابراین بعد از این در اساس فرمان پریزیدنت دو ماه معین کرده شده است مثال گریم یکم اکتبر تا سیوم نویبر سال جاری در همین حالت کمیسرات های حربی همین وقت را اجرا و رعایه نموده ممکن است 10 12 20 روز به وقت نقشه اجرا میکنند خلاص همه شهروندان میدانند خدمت کردن لازم خواهی نخواهی این دولت و جوانان حمایت نکند کی حمایت میکند قانون است قانون باید اجرا شود قانون اجرا شود قانون اجرا کننده کار این ماده 43 و کانستیتوسیون نوشته شده است این فرمان پرزیدنت نوشته شده است این قانون درباره و عهدهداری حربی و خدمت حربی های بنابراین هر یک شهروند باید این اجرا کند و در سبب قوه مثلا خدمت کند تشکر یک سوال جنبسی من به شما برای تربیه وطن دوستی ما امروز کدام کار رو در شرط اول اجرا کنیم گوییم که اول همین کار رو اجرا کنیم بعد ما میتوانیم که مثلا تربیه وطن دوستی بین عموم مخصوصا جوانان بیدار کرده باشیم دوستی وطن دوستی این از مکتب سر میشد اون معلم ها اون آموزگاران که درس میدهند با جوانان باید فهمانند باید صحبت کنند باید درس دهند ما البته آمادگی دفاع حربی 36 ساعت باشد یک این کم ساعت داده شده است تو در مکتب ها لیکن گذرانده می شود من فخر دارم شو رتبه حربی دارم من فخر دارم که حربی که یک خانه مثال گریم چهار آشیانه و فرمم که می بیان همسایه ها فخر می کنم سلام علیک می کنم و عزت و احترام می کنم هر بار نگون شو معنی شد که من یک مسئلیت می پرسم هم با اینکه عموماً خدمت در سبیل قوای مسلح این یک مردانگی از چه من ترسم بوده است من عبرت گیرن یاشو روان خدمت کنن بله تشکر بیننده های ارجمند در منبر کارشناسی حضور داشتن اشور جمالوف پالکونیک مصطفی شما رو برای اشتراک و پاسخ به سوال های برنامه تشکر میگم خوش آمدید میگم رحمت اینک سال 2023 ما 30 سالگی تأسیسیابی خوشنوهی مسلح جمهوری تاجیکستان رو جشن میگیریم ما ارتش خود رو از زمان استقلال از آغاز استقلال بنیاد گذاشتیم و مرحله به مرحله پیش رفته ایستادیم همه سال دو مراتبه آغاز بهار و تیر ماه دعوت جوانان به صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد این معرکه مشکلات خود را دارد اینک بخشی پرسشی افکاری برنامه رو همراه تماشا میکنیم بریختن از یک سرکشی نمودن از همین ادای خدمت همین چیز جوری کردن که تو یومان پرداخت کنه دو و سرکشی نکنه از خدمت نگوی من هر یک مرد باید خدمت کند نگوی من هر همین خوب میشد که امینه تشکیل کردن پدر و مادر هر یک بچه درست فهموند این که چی این خدمت بریکشه همش نغز میشد میرد خدمت میکنه من حوضی من خورسندم این که یکم هم پریز شود نوحی های دوردست اولین 100% بود میکنم چوه؟ الکه اونجا تجربه بابا هست خیلی این بعضی جاها نوشده شم اینکه فهمید چی سب کمتر من ورانت خودم دیلم برافتن اما پدر مدرم میگوید که چی کار میکنه ایسی سویخ من خودم یک تمیسه مدرم تانو بره این بسیار خوب است چون که حالا به وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مبلغ برای خوراکواری پوشاکواری چون این عسکرانی که در صفای قوای مسلح تاجیکستان خدمت کرده سالان صرف کرده می شود از دیگر جهت آن جوان مردانی که از خدمت حربی در اینجا میمانند آنها در استقلال کار میکنند به منفعت جامعه خدمت میکنند نگاهی من همین است هر دو هاشم بهتر است
این به فکرم خوب است، چون که در زمان حاضر بعضی جوان مردانی که هستند که با هر گونه بهانه ها خود را از خدمت در صفهای قوه های مسلح تاجیکستان کنارجویی میکنند، با هر گونه بهانه ها اگر همین چیز جاری شده ماند، اگر مبلغ میسپارند به طور قانونی آزاد میشوند، این به فکر من بهتر است. میگویم شما همین چیز به چخیل است وقتی که شما خدمت سر بلندان ادا کنید؟ نه خواهی آزو خدمت دارم بهتر چه میکنید؟ این سر کدن خدمت دارم بهتر برای چی؟ خواهی آزو همه شبانید و معایش آسان شد کنم کمیتید نیو خدمت بمیردیم؟ خدمت بمیریم ده برای چی؟ برای من چه پول دیویس بنزه؟ آدم پلدار به نقص آدم به پل به خیر آدم پلدار به نقص البته ایلایم برکه جناب من آسان کردن که آخه سو پلدار گیرد با وی میسو پل استفاده برای ارمیا با ما راضی نگوه من که خدمت برای بهتر میشد خدمت ادو که با اکس حقیقی انسان شده میبیاد حق مبلدان مبلغ میسپورد. با قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی تغییر اضافه‌ها وارد کرده شد و همچنین آن گویم قانون شکلا دیگرگونه و همچنین نام آن نیز تغییر داده شد که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی گردید. در ماده 37 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی آمده است که خدمت حربی در حیط ذخیره‌های دعوتی سفربری جاری کرده می شود. یعنی در اساس آن جوان امکان دارد که بر عوضی پرداخت مبلغ معین که تقریبا بیش از 25 هزار سومانی را تشکیل می دهد دوام یک ماه ادای خدمت نموده صاحبی بلیت حربی شود. همکاری ما مفتون شکر و به نعیم جان ایوبوف از شهر خوجند در این مورد گزارش تهیه کردند که همراه تماشا میکنیم. خدمت با سپردن 420 نشون دهنده به صورت حساب مخصوص با گذشتن یک ماه اومدگی به انجام رسانیده می شود. از 18 تا 27 ساله که حقوق آزاد شدن یا به تاخیر انداختن مهلت خدمت را ندارند، آنها می توانند به حیات ذخیره سفربری در حیات ذخیره سفربری خدمت حربی را ادا نمایند. اسماعیل رحیمزاده معاون کمیسر حربی ولایت سو میگوید این نمود خدمت به قواهای مسلح کشور نوگانی بوده برای همه این گونه امکانات فراهم آورده نمی شود زیرا هیئت ذخیره های دعوت سفربری طریق کووتا عملی کرده می شود که شماره آن محدود است. کووتا به ولایت سو من در مثال میگم اگر 200 نفر جدا شده باشد 200 نفر به همه 18 شهر و نواحی تقسیم می شود. این کووتا با بعضی شهرها 10 نفر، با بعضی شهرها 15 نفر، با بعضی 8 نفر. وقتی که اونها نقشه ذخیره سفربری را اجرا کردن تو می باید با خدمت حتمی حربی باید سفربر شوند باقی مونده. وقتی که کوتا اجرا شد ما تنها همچون خدمت عمومی حربی که اونهایی که معلومات عالی دارن یک سال 12 ماه، اونهایی که معلومات عالی ندارن 24 ماه قانونگذاری معین کرده است به حیات خدمت سفربر نمایید. نوبسته از جاری شدن این نوگانی هستند جوانانی که با خواهش خود به صف قوه های مسلح پیوست می شوند. فرزند زیبی رسولوا حالا در قوه های مسلح کشور ادای خدمت می کند. این مادر می گوید نزدیک یک سال می شود که پسر دویومش در خدمت مادر وطن است و خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوت سفربری را قابل قبول نمی شمارد. وی می گوید که بگذار هر جوان مرد دوام دو سال مکتب تاکتیکی حربی را گذرد و جوانی جسور و وطن دوست تربیه یابد. رفته خدمتاشون کرده بیان وای بهتر آنچه اخلاقشون میدرد از فرزند خودم نمی هم سوی هم میدانن هم ما شون کتی سلام علیگ وای ایزتش جاش بموندگی هم ماش پرسیدن می استان اشکلیب خودش من دوره بول نویسانده را سالی خرکترش وای بود شخصی بود نه حوزی من مدری بهش اسلام علیکم کتی سلام علیگ کرده پرسیده وای کدی می استاد آن اینده یعنی باید خدمت مناسبت ها دیگر یا گله دیگر قدری پدر و مادر به میرسیدگی میشتد فرزند. حقوق شناسان میگویند جوانی که خدمت حربی را در هیئت ذخیره های دعوت سفربری اجرا میکند نمیتواند به مقامات های قدرتی به کار داخل شود زیرا ادای چنین خدمت به جوان دری فعالیت در تشکیلات های حربی و قدرتی را میبندد.
بعضی از کمبودی ها چون بعضی از مشکل های اویدی چونینم دی خدمت امیر رو گفتنی هستم که مثلا از تجربه دولتی همسایه مثلا کرگزستان بگیریم چونینم دی خدمت در آنها هم هست یعنی مبلغی که برای چونینم دی خدمت پرداخت کرده می شود یعنی همونجا گفته می شود که 7% یان به صورت حساب چی میگویند کمیسریت حربی 30% آن به وزارت مدافع و باقی ماندهش به بودجه دولت وارد کرده می شود ولی در قانون در قانون گذاری و در قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به کجا صرف شدن مبلغ مشخص نشان داده نشده است این یک دویم حالت باشد این که به نهایت گران بودن مبلغ می باشد برای آنکه 25,000 در شرایط امروز مردمی که وضعیت اجتماعیشان پست است نمی توانند چنین مبلغ را پرداخت نمایند و ارتش را بعد یک سال ممکن است که تنها فرانه که شخصان وضعیت اجتماعیشان پست بوده تشکیل می دهند و چنین نمود خدمت را تنها که نفرانی دارا و نفرانی ثروتمند می توانند ادا نمایند به اندیشه حقوق شناسان مبلغی که 25,200 سومانی برای خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوت سفربری پرداخت کرده می شود در حالت های فوتیدن شخص مبلغ سپوریده یا غیر قابل خدمت دانسته شدن آنها پس گردانده می شود به درآمدن تغییر ایلاوه ها به قانون بیش از 9 ماه سپری گردید و حالا ساکنان درباره موجود بودن چنین نوگانی چندان آگاه نیستند موفقیت و مشکلات آن چگونه خواهد شد این را وقت معین می کند مفتون شکر و نعیم جان ایوبوف مخصوص برای نبض زندگی بیننده ارجمند شما برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده استادید و صحبت ما درباره ارتش ملی و دعوت به آن صورت میگیرد در منبر کارشناسی امروز حضور دارند مظفر باباجانوف پالکونیک مستفعی کارشناس مسائل حربی حضور دارند شما را به برنامه خوش آمدید میگم سوال من در همین مورد از شما است که نظر شما به ان همین تغییرات این قانون چگونه است سری وقتی است سری وقتی میسوبه البته بس از قبول کردن قانونی که شما گفتید درباره عهدهدار عمومی حربی و خدمت حربی که 3 نوامبر 2000 سال قبول کرده بود قبول شده بود زیاده از 20 سال گذشت هر یک تغییراتی که در این 20 سال بود بود باعث آن شده بود که به همین قانون نیز باید تغییرات علاوه درآورده شود خیر تغییرات علاوه درآورده شده آن تمام به کل هم تغییرات علاوه کرده قانون ده تحریر نو قبول شد و خود کلمه عمومی از اینجا برداشته شد اگر پیشتر درباره اعتدار عمومی و خدمت حربی درباره اعتدار عمومی حربی و خدمت حربی باشد حوزه درباره اعتدار حربی و خدمت حربی کلمه عمومی از اینجا برداشته شد و فکر می کنم که البته قانون که قبول شد طرف های مثبت و منفی دارد لیکن اگر درباره خدمت پولکی یا که خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری گوییم به فکر من به اینجا یک خطایی راه داده شد ما با پولکی نمودن همین خدمت را رول یا که افتریتیت کارهای حربی وطن پرستی را پس نمودیم یعنی سوس می شود نگید؟ سوس می شود برای چی؟ برای اینکه این یک کمبودی کلان اگر این را اگر به طور عادی کرده گوییم حاضر در همین قانونی که نام قبول شد این معنی این را دارد که کی مبلغ داشته باشد و لایق خدمت حربی باشد همه میتوانند رفته خدمت حربی را در حیات ذخیره دعوت سفربری گذرانند من فکر میکنم که این ابروی احترام ارتش ما را پس میزند پولت باشد یک ماه خدمت میکنه پولت نباشد معلوماتت عالی باشد یک سال معلوماتت عالی نباشد دو سال هیچ وقت همون آمادگی که در مبین دو سال همون سرباز آموزانده میشد در مبین یک ماه آموزانده نمیشود آینده به فکر من یک ممکن بعد 5 سال 10 سال این یک تاثیر منفی خود رو با آمادگی جنگی قوای مسلح ما رسانده میتواند تشکر من یک نکته که در آغاز گفتم که همون اقتباس بود که مثلا آیا واقعا همون حالت های سرکشی جوانان رو از خدمت به ارتش کم کرده میتواند گفتنی مضمون همین گونه سوالم داشتم به فکرم نه برای چی برای اینکه در قانون کنال قبول شد یکون ماده که برای خاتمه دادن سرکشی برای دعوت از خدمت حربی در یکون ماده آورده نشده است
البته وای طرفوی مصبی هم دارد قانون. مثلا چقدر طرفوی مصبی دارد که در کمیسی بخدگری ابتدایی یک معلم اشتراک میکند، پیشتر هم نبود، نماینده معارف. بعد معلم روانشناس اشتراک میکند برای درست معین نمودنی وضع سلامتی. در کمیسی بخدگری ابتدایی حربی و در کمیسی دعوت دکتران 7 نفر نی علاکه 10 نفر شدند. این هم برای معین نمودن دقیق معین نمودن وضع سلامتی یک پیشروی میباشد. و دیگر مسئله با یک چیز رو گفتنی هستم که بیشتر مثلا کی اگر کافیدره حربی مکتب اولی رو ختم کرده باشد، بعد از یک ماه گذشتنی جمعومد اونا صاحب عنوان افسر میشدند. لیکن این افسر همچون افسر آماده نبود. حاضر در قانون نو برای گرفتن عنوان افسر اگر شما کافیدره حربی مکتب اولی رو ختم کرده باشید باید رفته یک سال خدمت کنید بعد عنوان افسر رو گیرید. این معنی اینا دارد که افسری که در احتیاط می باشد و علاقه آمادگی جنگی دارد. من فکر میکنم که این قانون یگون به فکر شخصی من یگون رو برای پس نمودن سرکشی از دعوت به خدمت حربی یگون رو اجرا نمی کند. تشکر. ادامه منطقی مسئله که شما اینجا گفتید، اکثر جوانان امروز برای به خدمت نرفتن رو سبب می جویند، مهاجرت مهنتی می روند یا دانشجو میشوند و در همین مرحله زود خاندان میشوند و صاحب دو فرزند میشوند و گفتیم که چون گویم امتیاز پیدا میکنند اگر صاحب دو فرزند شوند. پس از ختم دانشگاه اگر واقعا در این فرصت به خدمت دعوت نشوند که وفق قاعده یک سال بعد خدمت کنند. یک مدت شخصان منصبدار دولتی چون نمونه ما در خاطرم هستم که طریق رسانه ها هم اعلام میکردند که مثلا فرزند فلان نفر شخص منصبدار دولتی به خدمت حربی رفت، یعنی اختیاری، و این یک نمونه بود برای دیگران که مثلا اندیشه در جامعه پیدا نشود که این گوییم ارتش خدمت به ارتش فقط گوییم فرزند کمبغل خدمت میکند، فرزند دارو کجا میرود یا شخصی منصب دار. و این یک گوییم اقدام خوب هم بود که مثلا نمونه ها بودن. امروز چگونه است؟ متاسفانه گوییم کم میشنیم از این مسئله. البته شما درست گفتید. در اینجا ما باید کنم که اینجا موقع سوس کمیسرات حربی رو باید قید کنیم. برای چی؟ وقتی که من یک دو بار با همون روی خطی پسرانی منصبدار شنا شدن در اونجا همه پسری معلم، پسری معاونی دیرکتور یا که دیرکتری مکتب، پسری کارمند جماعت، ممکن که مدیری شعبه مقامی جرای کمیت دولتی شهر یا نایه باشد. برای چی؟ اگر مدیری شعبه یا که معاونی رئیسی نایه شهر و نایه یا که معاونی رئیسی شهر و نایه ولایت یا که مدیری شعبه ولایت نایه چی پسر ندارم به در اینجا اون یک شفافیت نیست. همه میدونن لیکن خب باز یک بار تکرار شده هم میگویم اینجا موقع سستی و انکمال. این یک دوی ماش اگر ما درباره همین پرابلم اگر تکزیم ما باید همه این رو از مکتب سر کنیم. حاضر دو ساعت آمادگی دفاع برای آماده نموندن همین شهروند کم میباشد. بیشتر ما گویم این چخیر که گویم ما فوندامنت پایدیوار همینا گذاشته ایستادیم. اگر پایدیوار سوس باشد سوس بوده دیوار ما بومش هم سوس، خود همین بنا سوس میشد. حاضر ما هم پایدیوار با کار نکرد ایستادیم. ما باید اقلا 4 ساعت کنیم در یک هفته، در یک هفته درس های آمادگی دفاع حربی رو در مکتب ها و شخصا مطابق قانون همینا قانون اجواز نکرد است که و رفته مطابق قانون همین جمعیت 10 روزه را گذرد. ما یک بار رفته از افتمات تیر پراند، ما باید بوی هم پرخ بیند. بعد نوای خونش با اومده همین خیلی خوش و خورسند باید میکند که انا این گفته خیر ما پیش میخندیم که رمانتیکه، لیکن رمانتیکه نیه، این تیوری وطن پرستی بود، این مسئولیت مسئولیت بود. برای همین هم ما دعوت میکردیم از قسموی حربی سربازا اومده با اونا صحبت میکردن برای شنا شدن، همه اونا رو گروه گروه سین بسین با این قسموی حربی نزدیک میبرن. اونا با چشم خود میدیدن و میدیدن که در اونجا یکون چیزی دهشت‌آور نیست. حوز ما همه میبینیم که در همین واسطه اخبار اومه در اینجا سالدت کشتیان یا که در اینجا سالدت یاره دور چزکن، لیکن در باره طرف مصبیاش قریب که نیست. ما یک چیز رو فهمیدنم و درکار که همین وطنی ما رو از افغانستان یا ازبکستان اومده محافظت نمی کنم. بله بله. ما باید همش خودمو محافظت کنیم. بله بله. تشکر زیاد. بخیرم وطنی ما رو بجز خودی ما دیگر کسی اومده آباد نمی کند. این سخنی جناب عالی که بارها در برامتوشان اینه برای جامعه مخصم برای جوانان تاکید میکنم. تشکر. واقعا این چیز
بریم ما اینم ما شخصا ما با خوشی با خوبی قبول می‌نم اون ایرادی که نسبت به واسه اخبار ما چون که میگن که نظر رو نقص کن تو نقص بینی همیشه که مثلا همیشه که یک پهلوی مسئله رو باید در برابر مشکلیش خوبیاش رو نیز باید نشون دهیم البته تشکر البته. خوب یک مسئله دیگری که مثلا سوال جنبه‌ای در همین مورد زمانی بود که خدمت به صفی ارتشی ملی این یک آبرو اعتبار بود که مثلا ضیافت ها آراسته حتی دخترکان وقتی به شوهر می برامدن با افتخار می گفتن که قفایی شانه اون مردی که خدمتی وطن کرده است استادن و تکیگاه یافتن برای من شرف است امروز متاسفانه گاه حالت های برعکس رو ما می بینیم پس ما چکار کنیم که واقعا توانیم که ان همین اندیشه رو نه تنها در شعور جوانش با ذهن و با خواهش با گویم اندیشه های ولیدان اونها ما چه کار کنیم که چون که اونها بیشتر در این حالت مثلا اقدام میکنن که فرزندم رو احتیاط کنم نرود که در اینجا که من رئیس تشکیل جمعیتی اتفاق ولیدان سربازان می باشم از سال 2010 سوال جای خودش یافته است البته از سال 2010 ما قریب که هر سال یک بار سفر میکنیم به قسم های حربی من گفتنی هستم که من طرفدار تعریف کردن ارتش نیستم لیکن اگر مقایسه کنیم سال 95 2000 سال 2005 2010 زمین و آسمان فرق دارد من در تاجیکستان از سال 90 خدمت میکنم می دیدم همون روزی که شما در این بیشتر که ما از نول از صفر سر کرده بودیم که حتی جای خوبی درست نداشتن سربازا حاضر در قسم های حربی وزارت مدافع در هر قسمی کلانتری در هر یک قسم حربیش هیچ سیخ نونپزی خود رو دارن همین خیلی نونوی خوش رو میپزن که آدم حواس میکنن خوجه نوی یورسان دارن البته این معنی این رو دارد که یکم سالت گرستنه دویم وقتی که ما سفر میکردیم ما با همین پدر و مادران والدین اجازت میدن که یک روز همروی همون قسم حربی همروی پسرش گردد اگر وای خواهد انباری آزوقه انباری سر و لباس دیگه جوی خوبش جوی راحت مرمد بعدی که از اونجا من همین زیاده اگر از 10 سال همرو سفر کرده باشم یکم بار ندیدیم که هم پدر و مادران ناراضی شده آمده باشن این یک دیومش لیکن کار ترغیباتی تشویقاتی ما سوز ما همون پدر و مادر را گرفته در همین تلویزیون در گزیده در همونجا برده نشان دادن نکن ممکن تو با من باور نکنی همچون کارمند مقام بودی که همچون کارمند تشکیلات جمعیتی لیکن با همون پدر و مادری که همسایه‌اش میشناسن نکنه باور باور کنید نسبتا بسیارتر باور میکنن ما همین کار را سوس به راه مانده ایستادیم ما باید نه فقط سرباز را تشویق و ترغیب کنیم بعضی پدر و مادر والدین را هم نیکنین افسوس که 2-3 سال آخر هم وابسته به پاندمی همین سفرم من کرده شد من فکر میکنم که برای بهتر نمودن باید سفر کنم دیگه مثلا من میخواستم که از کماندیران که التماس میکنم که وقتی که سرباز و بروزخطی جواب بدن باید یک فرمی خوشویی که اروی قانون است با همین خیلی فرم سر و لباس باید رخصتی شود سر و لباس نظامی که سالت باید رخصتی شود و بسیار خورچه زیبا می بشد انوای فرم که تیوه رفته در همون مکتب صحبت کردن یا که در جماعت در نزد جوان هم برگرد بوار کنید من و شما اگر 100 بار گپ زنیم این یک طرف لیکن سربازی که خدمت کرده آمد 10 سخن گودگر گپی وای بوار میکنن ما همین کار با سست نظر میکنیم باید همین کار رو جانناک کنیم و امید دارم که پس از این باید کار دعوت هم جانناک شود تشکر زیاد بیننده ارجمند در منبری کارشناسی امروز حضور داشتند مظفر بابا جانوف پاکونکی مصطفی و کارشناسی مسائل حربی خوش آمدید میگم بار دیگر و گزارش نوبتی برنامه از تلویزیون موج آزادی نوحی واسی است همکاری ما خواجه نظریف از این تلویزیون یک گزارش تهیه کرده است از روزگار عسکرانی که از قسم های حربی وزارت مدافع کشور که در نوحی واسه جایگیر است و او صحبت انجام داده است از دیروز و امروزی نو عسکرانی که در این قسم حربی خدمت میکنند یک گزارش بسیار خوب تهیه کرده است و این را همراه ما تماشا میکنیم این جوانان قرض چهارمانده خود خدمت وطن مادر را ادا می نمایند در قسم حربی 13483 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان خدمت می کنند سلیمان نعمانوف ساکن شهر دوشنبه است ما طول 1.5 سال می باشد که در قسم حربی 13483 در نوعی واسه خدمت را پیش برده ایستادیم ما با مردمی که خدمت آمدن چی گفتنیم خدمت این مقطع مردانوی می باشد خدمت این خود یک امتحان هر یک مرد بچه تاجیک می باشد تا در چی درجه این امتحان رو می سپارد مقصد
ما در همین دوام خدمتون با بسیار شربچهای هر گوشه و کانال تاجیکستان از مثال از بدخشان، از پامیر، از خوجند، از همه کوشه‌های روی همین تاجیکستان وا خوردم. مقصد همین خدمت ما اول اومدم 57 کیلو بودم از اینا خدا دروغم نکنه 70 کیلوش دیگه. مقصد هر سر مو یا رژیم قدیمی خیزیم پادیوم ادبوی همه کسا در یک خوبوی سربازان خوبیم. همرو با سلیمون هم خدمتانش از همه شهرون آویاهوی تاجیکستان در این قسم حربی ادای خدمت حربی می نمایند. آنها با همدیگر مناسبت دوستانه دارند. مبارک قدم و منوچهر برای ادای خدمت حربی از کمیسریت حربی شهر اصفهان دعوت شدند. در شهر گلستان در آسایشگاه بارستان کار میکردم و ایسی مربی حوض شناوری و همین سالی یکم اپریل سال 2020 بود با خواهش خود به صرف خواهی مساله جمهوری تاجیکستان وارد شدم. باید هر از جوانمرد خدمتی بر وطن بکنم. قرض از فرض است برای هر یک جوانمرد تاجیک. این جوانان از تطبیق شدن خدمت الترناتیوی در تاجیکستان خبر دارند. در این خصوص نقطه نظری آنها این گونه است. مقصد تو خدمت نبینی با جسم خودت با آب و تاب خودت اگر نبینی فهم شود. مقصد آلترناتیوی نه ای پروست با مقصد حس نمیکنی که تو مردی نگیته و مرد بچه گیته با نمیکنی حس نمیکنی ده با خودت همون چیز نمیرست. یعنی تو خدمت انتخاب میکنی؟ بله خدمت مقصد همین پدرمون دارم. اگر الترناتیوی میشید خدمت میسید؟ نه همین الترناتیویش 25000 تا 100 سال اکیو بعد ایمان شیده رو سیگه من باور ندارم. همین خدمت من رو سیگه در نظرم که دین آمده بودیم نه یک نیم سالم چی تاریک زش در رنگ ندنیم با شش ماه پس میگذره انشالو با سر بلند با وینی بلیت ها گرفته با نزد پدر مادر رفتم باز از پشتی کار برایم دنیایی میشه. اندیشه فردوس سعیدوف ساکن ناحیه ووسه که در این قسم حربی ادای خدمت حربی می نماید مثل دیگر هم خدمتانش می باشد. فردوس می گوید که خدمت در صفای قواهی مسلح او را زیرک و اوشور و به قدر مادر و پدر و وطن رسیدن را آموزان. آب و تاب یافتن بدنش هم از شرافت خدمت حربی است. او اندیشه دارد که جوان مرد حقیقی همون نفری می باشد که خدمت حربی را ادا نماید. بعد دانشگاه ختم کردن نمی خواستم خدمت را سیب خیلی اومدم دیدم اینجا با زندگی را با خوبتر میفهمی همه چیز هم مقصد با پسیوی زندگی خیلی با بسیار میترسی مقصد خیلی چی خیلی گم همین خروکش هم نزای وقت سیلور هم میدیم ای سیلور میترسیدیم در آزادی بودن مون انا حضور میدیم از زندگی مقصد هم میترسیم هیچی مون میخویم هم وطن وقت هم گپون میرسم و دم مقصد هم یاد شخصی دم چیزا چور سرشتو چیدا ما هم وقت تیاریم برای جنگ برای وطن هم ایمایه وطن مقصد ما روزیم که مقصد بی جنگیم دشمن را هیچ گونه نمیخویم مقصد در وطن خودمون راه دیم. در قسم حربی 13483 وزارت مدافعی جمهوری تاجیکستان که در ناحیه ووسه واقع می باشد برای ادای قرض شهروندی خدمت حربی همه شرایط ها مهیا کرده شده است. خدمت به صف ارتش ملی وظیفه هر شهروندی است که جنسش مرد و سنش به 18 رسیده است. این نکته در قانون این سوها ذکر شده است. وضعیت جهان به سو پرپیچتاب است. داشتن ارتش و تامین و آماده باشی جنگی آن اعتباری هر دولت می باشد. تاجیکستان امروز صاحب ارتش خود است و ما در روزهای تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان هنگام راهپیمایی خدمتچیان حربی دیدیم که واقعا امروز تاجیکستان یک ارتش مقتدر را صاحب است و آن را توان بخشیده شده است. اما این سپر با اشتراک و سهمگذاری هر یک شهروند کشور استوار و باوری بخش خواهد بود. وطن دوستی اکنون از گفتار باید به عمل گذرد. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر خانت آباد باشد. معارف مهمترین ساحه روزگاری ماست. رشد این ساحه کفالت با اعتماد پیشرفت و آینده کشور است. نبض زندگی نظر به این ساحه افضلیت‌ناک میکند و در برنامه آینده موضوعی معارف و آینده آن در شرایط پست پاندمی مطرح میشود.